امارات اسلامی که اجازه دادن خانم ها کار بکنن. از امارات اسلامی ما بسیار خوش هستیم که ما خانم ها را سیر میبینم، اگر کلانه باشه خورده باشه کلگی زیاد خوش هستن. اولا بسیار زیاد سپاسگزار هستم که چنین زمینه را بر ما فراهم کرد. چون در زندگی ما خو دپه اول است که ماموتر کوشش کرده گیستیم که نمایشگاه برگزار گردد. هر سال میشه نه به هزار ایجا افتخار است، نه به تاجک، نه به پشون، که تو خودت افغان هستی. سلام خدمت تمام شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب سایل میدیا. امیدوار هستم هر جای زمین کره خاکی هستید جور و صد و سرال باشید و از گزند روزگار در امان الله متعال باشید. بینندگان عزیز، امروز ما آمدیم در یک نمایشگاه بزرگی که توسط وزارت زراعت و مالداری برای انداخته شده تا فراورده های وطن ما را به نمایش بگذارن و واقعا خیلی جمع جوش زیاد اینجا است و هموطنان عزیز زیاد ما اینجا آمدن برای دیدن نمایشگاه، برای دیدن فراورده های وطن ما. شما با ما همراه باشین، چینل یوتیوب سایل میدیا را سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر یادتان نره. بینندگان عزیز، ما در داخل خود نمایشگاه آمدیم و میریم با کسانی که اینجا فراورده های خود را از وطن ما را به نمایش گذاشتن حرفشون رو می داشته باشیم. با ما همراه باشید، میریم به طرف این دکان. سلام علیکم، هست کسی؟ خوب هستی؟ سلام علیکم، چطور هستی؟ سلامت زنده باشین، تشکر. میشه که یک ذره بلند صحبت کنین؟ بله. خوب، اسمتان؟ اسم ما سرسله. اجازه است اینجا بیم؟ بله. خب محمد جان، تصویر هم داشته باشید اینجا. خب بانو سلسله چی به نمایش گذاشتین اینجا؟ از ما چای کوی کریستال است، زعفراندار. محصولات خود افغانستان است؟ بله، از ایران. خب بسیار عالی. شما چقدر خوش هستین از امارات اسلامی که همچون زمینه را بر شما مساعد ساخت تا فراورده های خود وطن ما را به نمایش بگذارین؟ از امارات اسلامی ما بسیار خوش هستیم که ما خانم ها را در تو بخش های نمایشگاه اجازه کار میده و میمونه که ما کار کنیم، محصولات خود را به فروش برسانیم. بسیار عالی. و ای که چقدر در رشد اقتصاد ما نقش می داشته باشه این نمایشگاه که فراورده ها را به نمایش میگذارین شما؟ نمایشگاه ها بر ما بسیار خوب است، چون که محصولاتی که مشهور نباشه ما میتونیم کرو در نمایشگاه بیاریم و او مشهور شوه و بفهمند که وطن ما همه چیزا را میتونن جور کنن و به فروشات برسانن. بله دقیقاً. چه خوب، یک بوی هم داریم داخل اینجا که من شدم، بوی چای، بوی هل هم تو دماغم خورد و واقعا بسیار یک بوی خوبش داره. بله، آیی زعفران است، هل است و دیگه تمامی گیاهی است که همراه از این میکس میشه و به خستگی بسیار مفید است. کلش گیاهی است؟ بله، گیاهی است. خب بسیار عالی، بسیار عالی. گفتیم که از ایرات است. بله. تمام گیاهی ایرات است؟ بله، از ایرات است. خب بسیار عالی. خب در اخیر میخوایم پیام شما رو داشته باشیم. پیام شما با مردم افغانستان چی است؟ پیام ما به مردم افغانستان امی است که بیایند در نمایشگاه اشتراک کنند و محصولاتی که دارند در فروشات بیارند تا که افغانستان پیشرفت کنه و کلگی بفهمه که افغانستان هم بهترین چیزهای داره که در نمایشگاه بیارند به فروش برسند. زنده و سلامت باشین، تشکر. انشالله که فروشات داشته باشین. زنده باشین، تشکر. بخیر باشین، تشکر. خب بینندگان عزیز، با ما همراه باشین. ما هم میریم حرفای جالب و فراورده هایی که اینجا به نمایش گذاشتن و تصویر میکشانیم و یادتان نره که ما را زیاد نبرین، ما شما را زیاد نمیبریم هیچ وقت. بیا محمد جان بریم به طرف بالا ببینیم که بالا چی گپ هست. در این قسمت دیگر از نمایشگاه آمدیم، یک گوشه دیگر از نمایشگاه است و متنفذین امارات اسلامی هم اینجا هستن، همراهشان صحبت می داشته باشیم. السلام علیکم.
علیکم سلام. خوب هستین؟ الحمدلله. سلامت باشین، تشکر. اسمتان؟ اسم من ضیاءالدین. خب ضیاءالدین، بسیار عالی، بسیار عالی. از این نمایشگاهی که برگزار شده شما چقدر خوش هستین؟ ما بسیار خوش هستیم که می کدام مواد یا کدام محصولات که است در این نمایشگاه می و خرید و فروش برسه. چقدر میتونه این نمایشگاه و فرآورده های افغانستان برای اقتصاد وطن نقش داشته باشه؟ بسیار، تقریبا یک سلس در این نقش داره که اقتصاد رشد بکنه. از این نمایشگاه شما فعلا راضی هستین؟ بسیار راضی هستم. ما بسیار کوشش کرده گیستیم که این نمایشگاه برگزار کرده. هر سال میشه یک نمایشگاه بهاری است، یک نمایشگاه چی؟ زمستانی و خزانی و خزانی. بله بله، که فعلا این نمایشگاه نمایشگاه خزانی است. خزانی است. بله بله. خب از فرآورده های وطن شما دیدن کردین؟ حالا میرم دیدن میکنین؟ درست است. میخوایم در اخیر پیام شما رو داشته باشم، پیام شما به مردم افغانستان، به کسانی که اینجا میایند در نمایشگاه شرکت میکنن، پیام شما چی است؟ پیام ما این است که در نمایشگاه ها و در بازی چی بازارها که جور میشه و بله همی شرکت بکنه، چیزای خود به نمایشگاه بیاره که مردم خبر ببینن، دیدن کنن از فرآورده‌های افغانستان و بخره. بله بله، تشکر، سلامت باشین، وقت شما رو نمیگیره. خیر خیر، سلامت باشین، تشکر و خیر باشه. خب بیندان عزیز، برنده گزارش ما باشین، ما هم میریم امرو با هموطنان عزیز دیگرمون صحبت می داشته باشیم. السلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. سلامت زنده باشین. شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. بخیر باشین. اسمتان؟ سونا میرزاده. خب خواهر ما سونا میرزاده، چی آوردین برای ماش گذاشتین اینجا؟ مرچ مسالجات دیگه است، ادویجات دیگه. ماشاءالله، بشک بشک. تمامش ساخت خودتان است؟ بله، ساخت وطن است. سنتر داریم، حدودا 15 زن کار میکنه در سنتر ما، از ولایت مزار شریف اومدیم. از ولایت مزار است اینا؟ بله. تمامش در اونجا ساخته میشه؟ بله بله. در کابل هم نمایندگی دارین؟ نه خیر، نه هنوز نه. خب از امارات اسلامی شما چقدر خوشحال هستین که همچو زمینه رو بر شما مساعد ساخت تا فرآورده های دستی تان شما به نمایش بگذاریم؟ اولا بسیار زیاد سپاسگزار هستیم که چنین زمینه رو بر ما فراهم کرده، چون شرکت ما شرکت نوپا است، حدود یک سال میشه تازه تأسیس کردیم و مردم با محصولات ما آشنایی نداشتن و این نمایشگاه سبب میشه که محصولات ما به نمایش گذاشته شود، مردم از شرکت ما، کار ما، تولیدات وطن ما دیدن کنه و بشناسه و بیشتر از تولیدات خارجی از وطن خود ما استفاده کنه. این نمایشگاه چقدر میتونه در رشد اقتصاد وطن نقش داشته باشه؟ بسیار زیاد نقش داره. مثلا ما در 3 دور نمایشگاهی که اشتراک کردیم، محصولات ما یا تولیدات ما از 30% 20% 100% تا افزایش یافته. قراردادی که داشتیم، مثلا حتی صادرات خارجی که داشتیم، کلش از برکت نمایشگاه بود که ما تونستیم در شرکت خود مشتری جذب کنیم. آیا از همچون نمایشگاهی که در آینده ها برگزار شد و حمایت میکنین شما؟ یقینا، بله. فعلا هم ثبت نام کردیم، بخیر چند وقت بعد نمایشگاه کابل نفیس است که دورم بخیر انشاءالله حضور خواهد داشتیم. بسیار عالی، انشاءالله که در همه زمین های زندگی، در همه عرصه های زندگی شما موفق باشین. سلام علیکم. علیکم سلام، استودیو ماست شست. زنده باشین، تشکر. شما خوب هستین؟ الحمدلله خیر، خیرت پس بخیر. سلامت باشین، تشکر. اسمتان؟ پشتو گپ میزنی یا دری؟ دری گپ میزنم. ما کم کم میفهمم. ما کدام زبان گپ بزنم برات؟ پشتو؟ چی فارسی؟ ها. رحیم الله ندیم هستم، امیر نشرات پونتون کابل. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار خوب. عمر صاحب عزیز، از این نمایشگاهی که برگزار شده شما چقدر خوشحال هستین؟ ولا در زندگی ما خو دپه اول است که ما موتر یک نمایشگاه یا نندارتونی میبینم که از دایی چیزهای گوناگون به نمایش چی شده، محصولات وطن خود ما به نمایش گذاشته. بالکل، و بر ما یک انرژی مثبت میده و بالخصوص کارا و چیزهایی که در داخل افغانستان هم صنعتش میشه، جور کردنش در داخل افغانستان میشه، این یک دستاورد کلان است بر کشور ما و شما، بر مردم ما و شما، و این کار که است بر ما خیلی یک انرژی مثبت میده و ما که کسایی را میبینم اگه کلانه باشه، خورده باشه، کلگی زیاد خوش هستن و امی خوشی افغانه را یک خوشی دیگه است بر ما. بله بله، دقیقا. فعلا هم که من اینجا نو امی لحظه که آمدم، خوشی مردم دیدم به گفته شما، خوشی کسانی که محصولات به نمایش گذاشتن، واقعا
فکر کردم که ایده دیگر است. یقیناً یقیناً بدون شبهه کشور ما که است، ما شما کلگی مشاهده همی حالاتی هستیم که جنگ بود، بیامنی بود، ترقی بیخی سقوط کرده بود، آبادی پیشرفت، همی الفاظ یا جملات کس را بیخی نمیشناست. بله بله. ولی روزهایی رسید که خوشبختانه سرکه جور میشه، تعمیرات جور میشه، از هان مردم که است متفق میشه، همو اختلافات از بین میره رفته و بالخصوص همو دستاورده های نو که هستن که مثلا صنعت است پیش روان رایی هستن. بله بله بله. این یک دستاوردی کلان است و این یک خوشی دیگه است. بله بله. خوشبختانه پیل حال ما شما شاهد شدیم. بله بله خوشبختانه. خب این نمایشگاه چقدر میتونه در رشد اقتصاد افغانستان نقش داشته باشه؟ این یک اگر که این ابتدایش است یا به حساب بر مارکتینگ یک شروعش است، ولی در تجارت و صنعت کشور که است خیلی مفید است، نهایت زیاد مفید است. اگر به طور مثال ما برات بگویم، از خودم یک مثال میتم برات، ما پیش از این چیزهایی که امروز و یا دیروز را دیدم، پیش از این اونها را ندیدم و بعد از این ما کوشش میکنم که در بازار در تلاش چیزهایی باشیم که صنعت خود کشور ما باشه. بله بله. یعنی یک دستاورد اقتصادی است برای آن کسایی که خود مسئولی امو شرکت یا فابریکا باشه. بله دقیقاً. تمام مسئولاتی که اینجا به نمایش گذاشته شده است خود افغانستان است، ساخته دست خود مردم افغانستان است. واقعا جای بسیار خوشبختی است، جای بسیار فخر است بر ما و ما افتخار میکنیم که همچون مسئولات را، همچون اشخاص را در جامعه داریم که میتونن از چیزای بسیار اندک کوچک اینا یک فرآورده دستی بسازن. بالکل یقیناً. چیزایی که از خود کشور باشه یا از وطن باشه یا از افرادی که از وطن ما شما باشه، از اونها توسط اونها جور میشه یا به وجود میه، اونها خیلی یک خوشی داره. بله بله دقیقاً دقیقاً. این ما چیک واسکات دارم، قلم دارم کنه. بله بله. پشکای میگی شما؟ بله لنگی. لنگی دارم. فهمید؟ چادر دارم. دمی چادر همین یک چیزی که هست جور کردن دست تکی ما است. بله صنایع دستی. صنایع دستی ما است. یعنی این از دیگه چیزها کده برای ما امی ارزشش بالا. ارزش بالا داره. یعنی افتخار معنیش امی است. بله بله. معنیش امی است که ما به چیزی افتخار بکنم، د پښتو ویاړ میګه ویاړ بکنم. بله بله. که چیزهای از دست ما باشه، توسط همو کارکردگی زحمت ما به وجود آمده باشه. بله بله. یکی از مثالای زندهش همین موتر افغانستان. موتر افغانستان فعلا به نمایش گذاشته شده در قطر. این خودش یک جای افتخار است به تمام مردم افغانستان. نه به هزاره ای جای افتخار است، نه به تاجک، نه به پشتون، بلکه به تمام اقوام افغانستان، به تمام افغانستان. ما که به جای خارج میریم به نام افغان شناخته میشیم. به تمام ما جای افتخار است. خب در اخیرا میخوام پیام شما رو داشته باشم. یک افتخار دیگه ای که ما دارم، پیش از این نفرای بیرونی میامد این مایک را میگرفت، همون کمره را میآوردن، از افغانا یک چی میگرفتن، مصاحبه میگرفتن. پیل حال دمی صحنه بر ما افتخار اینوی است که تو خودت افغان هستی، همین ماشینری را به پایدای افغانا استفاده میکنی، همین کمره را به خدمت و کارهای خوب نشر کردن استفاده میکنی. این خودش دمی صحنه یک افتخار دیگه بر ما است. سلامت باشین، تشکر، بخیر باشین. و پیام ما اینمی است، یکو از طرف امیر المومنین حفظه الله هم چی است، هدایتشان است که به کل افغانا امو هدایتش است که شما از چیزهای داخلی استفاده بکنید. بله، محصولات افغانی. محصولات افغانی یا محصولات داخلی استفاده بکنیم تا به اقتصاد ما یک پایده مثبت برسانه. همین پیغام اگر که امیر المومنین حفظه الله چی کده نشر کده و برای کل افغانها گفتن، ما هم تکرارن برشان میگم که از محصولات داخلی استفاده بکنه. ای یک افتخار و دستاورد کلان بر ما شما شد. تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین، خوشیدم به دیدارتان. همچنان و پیروزی شما ارزوی ماست. سلامت باشین، تشکر، بخیر باشین، وقت شما بخیر. و بیندان عزیز، شما بیننده گزارش ما از نمایشگاه باشین. ما هم میریم با اشخاص دیگر هم صحبت میشیم. دان عزیز، اینجا یک جای مخصوص برای کسانی که
امو صنایع دستی خود، یعنی صنایع دستی که در لباس کار کردن و لباس ساختن و سیورات ساختن، اینجا برشان مخصوص جای جور شده و میریم امروز با ایشان و امروز با کسانی که برای دیدن نمایشگاه آمدن ازشان پرسش های می داشته باشیم که چقدر اینا از این نمایشگاه راضی هستن و ای که صنایع دستی کشور اینجا به نمایش گذاشته شده اینا چقدر خوش هستن، کسانی که فراورده های خود آوردن. خب با ما همراه باشین، ما هم میریم داخل. خب بینندگان عزیز، ما در داخل آمدیم و ماشاءالله اینجا همه چیزی که من میبینم و شما هم به تصویر میبینین همه گیش فراورده های ساخت دست خواهران عزیز ما هستن که اینجا ساختن و میریم با بعض هایشان البته حرفشون رو دمی داشته باشیم که اینا چقدر راسی هستن. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستن؟ سلامت زنده باشین. شما خوب هستین؟ شکر، زنده باشین. بخیر باشین، تشکر. اسمتان؟ نرگس. خب خواهر ما نرگس، اینجا زیورات و لباس را به نمایش گذاشتین. تمامش صنایع دستی خودتان است؟ بله، صنایع دستی خودم است. در کابل ساختین یا در ولایت؟ در خود کابل دکان داریم. دکان دارین؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. حدود چقدر کارگر است؟ خوب است، 10 نفر. 10 نفر. ماشاءالله ماشاءالله. تمامش چه خوب زیبا هستن و فکر کنم اونا از سمت بدخشان هستن. امو چی میگن؟ امو استایل بدخشی داره. بله بله بله. بسیار عالی. از این نمایشگاهی که برگزار شده و بر شما اجازه ازیره دادن که شما فراورده هایتان به نمایش بگذارن، چقدر راضی هستن؟ راضی هستم از امارت اسلامی که اجازه دادن خانم ها کار بکنن، که خوب است که ما نمی تولیدات وطن خود را به نمایش بگذاریم تا مردم مستفید شود. از این نمایشگاه چقدر شما حمایت میکنین؟ آیا خواستار همچون نمایشگاهی بدی هستین؟ بله بله، ولی تا بتونیم کار خودان خوبتر رونق بدیم. ماشاءالله بشک. خب از این سیورات هم میخواییم که چند تعریف داشته باشین، یا هم ساخته دست خودتان است؟ بله، زرگر مردانه داریم بر ما جور میکنن. اینا کریستال هستن و اینا هم سنگ های شامخصوص هستن، اینا هم فیروزه هستن، اینا هم سنگ های لاجورد بدخشان هستن. بشک بشک، در کار بارتان برکت. امیدوار هستم که از این نمایشگاهی که برگزار شده و شما فراورده هایتان به نمایش آوردین بتونین هم خرید و فروش کنین، هم بتونین که فراورده هایتان به شکل درستش به نمایش بگذارین. خب در اخیر هم پیام شما رو میداشته باشم، پیام شما به مردم افغانستان چی است؟ تشکر، زنده باشین. پیام خاصی ندارم، همیشه موفق و سرفراز باشین. تشکر، سلامت باشین. شما هم همچنان. خب بیندان عزیز، با ما همراه باشین، ما هم میریم به آن طرف ببینیم که دیگر چی چیزای خوب و محصولات وطنی به نمایش گذاشته شده. سلام بچم، خوش اومدین. خوش باشین، سلامت باشین، خوب هستین انشالله؟ شکر، شما چیل دارین؟ شکر است الحمدلله، خسته نباشین. سلامت باشین بچم. واقعا تو معلومه از چریتون زیاد خسته شده. خسته هستیم. بازار نداریم بچم. بازار ندارین؟ نداریم بله. خب از این نمایشگاهی که برگزار شده و امارات اسلامی بر شما این زمینه را مساعد ساخته تا فراردهای دستی تان به نمایش بگذارین، چقدر خوشحال هستین؟ خوشحال خو زیاد هستیم بچم. ما خوش هستیم که تولیدات ما برای مردم افغانستان چیمشان آشنا میشه و اونا امرای ما آشنایی پیدا میکنن، اگر فرمایش داشته باشن یا چیزی که خوششون بیای بخرن مورد پسندشون. خوش هستیم که متاسفانه که هیچ فروش نیست. تمام از اینا ساخته دست خودتان است؟ بله بله، کل دکانه که میبینین کلش تولید خود ماست، صنایع دستی زناست، توسط دست میدازه. ماشاءالله ماشاءالله. کارگاه هستن؟ کارگام خو نیست، یک فروشگاه دارم، باز خانما خانه ده خانه کردیم کار میکنه. اما خانمای بی بضاعت بی سرپرست که نانآور ندارن، من هم رای از اونا کار میکنم. همی 25 سال میشه. ماشاءالله ماشاءالله. هم خرما هم ثواب شما هم چی کار انجام دادین، واقعا بسیار یک جای افتخار است برای همه ما که بیاین دست به دست هم بتیم تا دیگر افغانستان از فقر
ما جدا بسازیم، دیگر افغانستان فقیر نداشته باشیم. بله بله، از فقر محو شویم که مهم بیکاری و نابودی و دربدری و مهاجرت مردم کل ما و شما شعور زمین دواره میکنیم بچم که جوانای ما و شما در وطن خود ما باشن. بله بله دقیقا دقیقا، مردم مزدوری نکنن دیگه نه. بله 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 بله، واقعا واقعا. خب در اخیر میخوایم پیام شما رو داشته باشم، پیام شما با مردم افغانستان چی است؟ پیام ما با مردم افغانستان اینه میست که از صنایع دستی خود افغانستان و تولید خود افغانستان و افغانی خود ما استفاده بکنن و متاسفانه وضعی که بخرن باز یک کورکیانی خودم برای ما میزنن که ما مایوس میشیم، یعنی ما دل سرد میشیم که باید دیگه کار نکنیم، چرا که تولید بکنیم مردم ما را قدر عزت نمیدانن، احترام نمیدارن، نداره بر احترام قائل نیست و خوش نمیشه، نمیگه که مردم ما وطن ما جامعه ما اینی استعداد داره و اینی چیزای خوب تولید میکنه. اگر از خارج یک روپا دو روپا یک چیز تولیدی ناقیان بیایه مردم سرزمین رجوع داره نه. بله بله. هیچ اهمیت قائل نیست برای تولیدی افغانستان بر صنایع دستی که یک خانم کم وقت 3 ماه 4 ماه شور و زحمت میکشه، یک یخنه میدوزه یا یک لباس تولید میکنه آماده میکنه، حداقل احترام داشته باشه، برشان احترام قائل باشن و اونمونا رو تشویق بکنن که خوش به حال اینه میخوانمایی که نان خود و فامیل اولاد خود پیدا میکنن. دقیقا دقیقا مادر جان عزیز، بعضا هستن که همچو افکار منفی دارن، ولی چی خوب است که از فراورده های خود ما، از صنایع دستی خود ما، از ساخته های دست خود ما که همچو مادران و خواهران و برادران ما فراورده های دستی بسیار عالی می داشته باشن، از اون استفاده کنیم تا بتونیم که افغانستان بیشتر ترقی بتیم و براش اقتصاد هم قسمه که بله بله باید رشد بتیم. بله هم اقتصاد ما که یک ذره رشد پیدا بکنه از این فقر فلاکت برایم حتما خریداری هم میکنن. خب میبینیم که اقتصاد خراب شده. بله بله بله. سلامت باشین، وقت شما رو نمیگیرم. خواهش میکنم چم، خوش اومدین. او دکان دیگه هم از مسکو میتونین عکسش بگیرین. حتما ما تصویر می داشته باشیم. تشکر بیندان عزیز، با ما همراه باشین، ما هم تصاویر خوب و عالی جالب از فراورده خود افغانستان، از خواران و مادران و برادران ما که ساختن می داشته. بینندگان عزیز، سی بود گزارش امروز ما از نمایشگاهی که وزارت زراعت و مالداری به هموطنان عزیز ما فراهم ساختن و اینجا که من یک بار که غرفه جالب اینجا مواجه شدم که هم نقاشی رو به نمایش گذاشتن و هم فراورده ها و لباس های وطنی رو به نمایش گذاشتن. تا گزارش بعدی که ما را شیرزه خدمت شما برمیگردم، شما را به خداوند یک تا به امتام اسپارم. وقت بر همه شما بخیر، خوشی و کامتان، لبخند و لبانتان، خدا نگهدارتان.